از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، هم ساری از ساریم، هم آتشی زرد. مهربان باش که این عمر گران می گذرد، قدر این لحظه بدان، قدر این لحظه بدان، چرخ زمان. زمان و گذر زمان در تاریخ بشر خیلی مهمه. زمان رو با چی میسنجیم؟ با تقویم. همه ما یه تقویم یه تو جیبمون داریم، یه تو تلفنمون داریم و همواره بایستی از تقویم بهره ببریم. پایه‌گذار تقویم میتراست در کتاب‌های مختلفمون شرح دادیم. خواهش می‌کنم من با خدا رقصیدم، آیین اوستا بخونید. این دوتا کتاب رو به زبان فرانسه هم هست، به زبان انگلیسی هم هست. شرح کامل در رابطه با زمان و تاریخ دادیم. اما امروز می‌خوام نکته بسیار مهمی رو با آگاهیتون برسونم و اون این که نظام جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش تصمیم گرفته بود که در سال به اصطلاح خودشون 1400 یک جنجال بزرگ جهانی تبلیغاتی برای داخل و خارج را بندازن و تثبیت کنن حکومت خودشون برای 50 سال آینده. این پروژه بود که اینا از قبل نوشته بودن و تهیه کرده بودن. ای دوش بیا، ای دوش بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دل کهن در گذری. با 7000 سالگان سر به سری، فردا که از این دل کهن در گذری، سر به سری، سر به سری. بدین رو ما امسال سال 7759 آریای میترایی آغاز شده. میخوایم در این رابطه میخوام بهتون توضیح بدم، یعنی حتی یک سری حرفایی هم که تا حالا نزده بودیم ما، یه سری حرفایی که نگفته بودیم، نمیگفتیم، خب مسئله نیست که بگیم، میخوام روز براتون مطرح کنم در رابطه با همین تاریخ و تقویم. اما پیش از این که به این تقویم و تاریخ و اینا بخوام بپردازم، باید چیزی رو بهتون بگم. ما به همه انسان ها با هر مرام و عقیده‌ای که دارن احترام قائلیم، هیچ مشکلی هم نداریم. هر کی از هر تقویم و سالنامه هم که دلش میخواد میتونه استفاده کنه، هیچ مسئله نیست. به قول معروف اون موقع من میگفتم با امید این که هر ایرانی به یک تلویزیون خود داشته باشه که بشینه پشتش حرف بزنه، رادیو داشته باشه بشینه پشتش حرف بزنه. حالا اینطور شده. سابق اون سالهای 80-90 یک رادیو بود در امریکا، یک رادیو بود در پاریس که مستقل بود، از جای پول نمیگرفت، مستقل میچرخه. بعد آقای مهندس شجره تلویزیون مستقل رو در آورد در امریکا، تلویزیون مستقل بود. بعد از اون دیگه به گونه شده که الان هر کسی یه رسانه داره. حالا هم دارن سعی میکنن برای اینکه این تقویم تمدن تو رو، تقویم 7000 ساله، تقویم تمدنه، نه شاهیه نه دینیه، هیچ نیست، تمدنه. نخستین روزیه که شهرگری در ایران آغاز شد. برای زدن این تقویم که عظمت، شوکت، شکوه و قدرت دادن به انسان هست، وقتی تو بدونی 7000 سال ارثیه داری، اومدن 1000 یک تقویم دیگه هم راه انداختن که آقا تقویم فلان، تقویم فلان، بالا پایین، هر کسی وقت فکر می‌کنه تا چند سال آینده باز یک تقویم برای خودش در میاره. حالا به همین روی من می‌خوام امروز در رابطه با تقویم با شما صحبت کنم. تقویم 1400ی که الان دارن به شما در موردش صحبت میکنن، 1400 اصلا از اول تا آخرش من در آوردنیه. پیش از اون بگم من برای همه کسانی که اندیشمندان نازنینی که زحمت کشیدن، تلاش کردن، تقویم در آوردن در طول تاریخ و غیره، سپاسگزارم و براشون ارزش و احترام قائل هستم. به اینو ابتدا خدمت شما بگم. ملک شاه ابرو در هم می کشد و فریاد می زند حکیم، باز ما را بیاد قرار خواجه و خنجر حسن صباح انداختی، بگذار شبی را آسوده بخوابی. عمر خیام با لبخند همچنان که راه خیش را در پیش می گیرد با صدای بلند می خواند ای دوست،
بیا تا غم فردا نخوریم، این یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم. و قاضی القضات. ما امروز پی میبرید که تقویم اصلی چی هست و کی هست. نخواست این که تقویم 1400 که الان دارید، اولا ما در قرن 14 عرب ها هم نیستیم، تقویم عربیه. هجرت یعنی از جایی به جایی رفتن، ولی فرار کردن فرق میکنه با هجرت. حضرت محمد رو میخواستن بکشن، شبانه علی رو گذاشت تو رخت خوابش که علی رو بکشن، خودشون فرار کرد از ده مکه. چند هزار نفر اونجا زندگی میکردن، ده بود، رفت به یثرب که جون خودش نجات بده. و بعدم سپاهیان حمله کردن، دنیا رو با هم ریختن، از جمله تمدن ما. این شد تاریخ هجری قمری که اونم ایرونیا برای مسلمان‌ها درست کردن و غیره. هجری قمری که اصل تاریخه، الان میفهمید این هجری قمری قرن 14 میدونی با چی شروع شد؟ نمیدونستی؟ گوش کن، یادداشت کن، به همه بگو. قرن 14 42 سال پیش بود، چون الان در سال 1442 هجری قمری هستیم. 42 سال پیش که ایران رو نابود کردن، یک بار دیگه قادسیه به ایران تاخت حمله کرد. قرن 14 هم عربی بود، تازی بود، اسلامی بود. من بدبخت، من بیچاره، بفهمم اینو که قرن 14 دیگر بار با قادسی دیگر برای تو شروع شد. پس همین که 42 سال گذشته، این 1400 اصلا جعلیه، اصلا تاریخ نیست. حالا از که این 1400 درست شده؟ 110 سال پیش. 110 سال پیش آقای نجم الدین منجم دربار قاجاریه زمان احمدشاه میخواد برای حسابرسی، آدم فهمیده بوده، استاد دارالفنون بوده، میخواد برای حسابرسی حکومتی یک تقویم بذاره برای مالیات غیره و اینا، میاد این تقویم اصلا جهل میکنه. 111 سال، 110 سال پیش این تقویم جهل میکنه. وقتی تقویم جهل میکنه، بعد در سال 1304 یعنی کمتر از 100 سال پیش، این میشه تقویم رسمی کشور. افغانستان میره قبول میکنه. پس هیچ اساسی نه دینی داره نه مذهبی داره. حتی همون هجری الکی هم یک شمسی بهش گذاشتن چون فیکس باشه، چون قمری رقصانه، اینو باید که فیکس باشه. بعد هم گفتن تقویم جلالی خیام، دروغ، اصلا به خیام ربطی نداره. تقویم خیام اون 7000 ساله است که ازش استخراج شده و الی آخر. پس این را داشته باشید که این تقویم هم کلا بی اساسه، یعنی کمتر از 100 سال پیش تو مملکت تو رسمیت پیدا کرده. خب
پس ما در قرن 14 هم نیستیم، 1400 هم نیستیم، نام دروغه، تبلیغات رژیم هست و نام رژیم با استعمار جهانی، چون رژیم که تنها نیست، رژیم عامل استعمار جهانیه، تمام رسانه تبلیغات پشت. حالا اینا اخیراً اومدن این 2500 شانشایی رو پخش کردن، همین کارتی که میبینید، این کارت خیلی جالبه که خیلی همه این رو پخش کردن و بعد به من خبر دادن، اطلاعات اسناد موثق هست که این خود وزارت اطلاعات این کارو کرد به خاطر اینکه میخواد توی جامعه ایرانی تشنج به وجود بیاره و از طرف باز دوباره میخواد همین ضدیت با اسرائیل رو که اینا سال هاست آوردن از قبلش نور میخورن و ضدیت با یهود رو از کانال ایرانیا رشد بدن. این کار غلطیه، نباید این کارو بکنید، نباید این کارو بکنید. چرا؟ چون این 2580 اولا که تاریخ پادشاهی هخامنشیان این نیست، تاریخ هخامنشیان 2726 سال پیش بوده، اولین پادشاه اسمش هخامنشه، دومین پادشاه که اسمش چیپس پیش هست ایشون باز چند سال بعد بوده، بعد 2661 سال پیش، نه 2580، 2661 سال پیش پادشاهی کوروش هست که کوروش قدرت رو به دست میگیره، کوروش هخامنشی. بعد اینا 2500 رو همین، اونم همینطور الکی. حالا این 2500 رو کسی که الکی در آورد از دوستان من بود، بهش ارادتم داشته و دارم، آقای شجاع‌الدین شفا بود، برای همین بود که من میگم من برای همه احترام قائلم، چون اونا کاری کردن خیر میهنی ملی. ایشون یه سال که تشریف بردن اسرائیل با یک تیمی در جشن، چون میدونید کوروش برای یهودی ها مثل پیغمبره، نجات دهنده است، از پیغمبرم بالاتر، نجات داده یهودی ها، تو کتابشون کلی در موردش صحبت میکنن، در مورد کوروش اینا. وقتی که برای یک جشنی که سالگرد همین پادشاهی کوروش بوده میره اسرائیل، وقتی برمیگرده اسرائیلی خودشون یادتون نره یهودی تقریبشون 5782 هست امسال، عید پاک هم بوده، عید پاک هم من به یهودیان عزیز در سر جان شاد باش میگم. خب 5782 هن الان اونا، ولی شجاع‌الدین شفا استاد وقتی برمیگرده ایران به پادشاه میگه آقا 2500 تا ما تقویم شاهنشاهی داریم، این تقویم مد کنیم، این تقویم مد میشه و بعد میگن 2500، بقیهش هم پادشاهی رضا شاه و محمد رضا شاه که موقع میشه 2536 شروع میشه. الان که اینا مطرح میکنن اینا شاهدوست نیستن، چون تو همین کارتی که میبینید که پخش کردن برای همه میگه 2580 شاهنشاهی، اما زیرش با خط ریز فوش میده، به توهین میکنه به نظام های پادشاهی، به شاه توهین میکنه. این کار اطلاعاتیه که افکار رو مخدوش کنه. من با 5 نفر از هموطنانی که دکترم، صاحب روزنامه، صاحب تلویزیونه و 5 نفر گفتم آقا تو رو برای همه فرستادی نفهمیدی باز کار اطلاعاتی است؟ گفت نه چطور؟ گفتم زیر شانگی نخوندی، تا اون 2580 شانشهیش خوندی، پایینش نخوندی. آه به یزدان سوگند، همه از من عذرخواهی کردن، پوزش خواهی کردن، گفتم از من چرا میکنید؟ تاریخ مردمتون رو بکنید، از اینکه راحت گول میخورید بکنید. حالا اینا میخوان باز درگیری بندازن با یهودی ها، بگن آره تاریخ یهودی ها اینا 2580، اونا 5782 رو الان جشن گرفتن پاکشو. پس این هم بعد خود آقای شفا، شجاع، استاد شجاع‌الدین شفا، ما با هم اینجا خیلی کار میکردیم و غیره، که بتونیم از عزیزان رو استفاده کنیم. سپاس فرمان آقای شجاع‌الدین شفا هم از اسپانیا قدر منجه کردن و اومدن آقای احمد نصر هم در خدمتشون هستیم، آقای سیاوش بشیر هم که در سفر بودن و لطف کردن خودشون رو به این برنامه رسوندن. حالا از آقای شجاع‌الدین شفا تقاضا میکنم که سخن رو برسن. شکر دوستان آسومی سرکوب میشه. پاس فرمان از جناب آقای شجاع‌الدین شفا با هم که محبت کردن از اسپانیا. آقای سیاوش بشیری هم وقت زیادی براشون نمونده، من با سپاس از همه از مهمانی ها آقای سیاوش بشیری که همیشه می نویسه ولی این بار برامون سخن میگه، خواهش میکنم که صحبتشون رو شروع کنم و جلسه رو همشون تموم دارم. جناب بشیری. آقای دکتر عباسی از حسانی هستم که معتقدم ایران 7000 سال تاریخ
این نکته هم لازمه بدونید، تا حالا نگفتی بودیم، نمیگفتیم، در پرده گذاشته بودیم که تاریخ شاهنشاهی 2500 شاهنشاهی که خدای شفا هم نخواست، بعد محمد رضا شاه شاهنشاه یا مهر امیر رو ملغا کرد، یعنی القا کرد این تاریخ رو، این تاریخ کمتر از 2 سال دوام نیاورد و از سال 54 رسمیت پیدا کرد و سال شهریور 56 به فرمان شاهنشاه آریامه این تاریخ شاهنشاهی ملغا شد و باز همون دوباره تاریخ هجری شمسی جاش رو گرفت. یعنی خود محمد رضا شاه تاریخ شاهنشاهی رو لغو کرد چون درست نبود، بعدن فهمیدن. ایشون خودشون به من گفتن سیاوش اوستایی، من اون سال میدونستم 7000 سال تمدن داریم، این تغییر رو به شاه پیشنهاد نمیکرد. حالا از موقعی که فرمایش ایشون هم بسیار درست و زیبنده بود، چون بعدن یه کاری کشف شد، بعدن یه چیزی در اومد تو تاریخ، برای اینکه میگم برای همه اونایی که کاری کردن تغییر نیست، سخن نیست، پیامی ما احترام قائلیم، اما روز به روز بشر رو به ترقی است، باید جلو بری. خردگرا بودن زرتشت که می خرد تو تکون بده، برای اینکه آقا یه موقعی اطلاعات کم بود، میاد آقای نجم الدین میگه آقا 1400 من میخوام حساب رسی کنیم، میسازه استاد شجاع الدین شفا تشریف برن اونجا میارن. بعد همین کار استاد شفا موجب شد تا الان، من اینی که میگم سند بهتون میدم، تا الان بیان 1001 کار بکنن علیه یهودی ها، حتی بگن شفا یهودی، الان تو رسانه هاشون این نوشتن، بیان این رسانه هاشون زدیت با یهودی رو میخوان از این کانال در بیارن. خب پس خود مبتکر تاریخ 2500 سالی شاهنشاهی آقای استاد شجاع‌الدین شفا، بعد کتاب تولد دیگر چه اینا نوشتن، بخونید همه آثارشون رو، میبینید که در اون هست که اشاره میکنن به یک سری اطلاعاتی که اون موقع در دسترس نبود که الان اگه بود این کارو میکردن، ولی رژیم میگم داره استفاده میکنه. حالا اومدیم 35 سال پیش سالنامه 7000 ساله آریایی میتوری رو منتشر کرد، این سالنامه رو منتشر کردیم و در 2 مرحله تکمیلش کردیم، یعنی الان که سال 7759 هستیم این تکمیل شده است و درست‌ترین از نظر ستاره شناسی برترین و بهترین و مستندترین تاریخ ملت ایران. یادم میاد اون موقع که ما تقویم در 40-50 هزار نسخه چاپ میکردیم، چاپ میشه الان، چاپ میشه تو اینترنت هم هست، چاپ میکردیم و همه جا منتشر میکردیم، همه با عشق و شوق میگرفتن ازش، استقبال میکردن از ایران، خلبان های عزیز که درود دارم بهشون، میمدن این تقویم میگرفتن میبردن ایران جای دیگه. یادم میاد که اون موقع که ما کار میکردیم یک سری ابله های جوجه کوبونیستا اینه که ضد ایران سربلند و اهورای هستن، اینا میاد نگودن همه رازال 2500 ساله شاشه کسی قبل نگه 7000 سال. حالا برای شناخت کامل این، جدا از اینکه این برنامه امروز برنامه کاملی خواهد بود، کتاب های سیاوش اوستایی باید بخونید و 3 ساعت نوار داریم در رابطه خیام و این جهان فرسوده، در اونجا من توضیحاتشو میدم، اینا رو بایستی دوبار کنید بخونید تا ببینید این تاریخ، تاریخ تمدن بشریست. برای که امروز خیلی سریع بگذاریم، یک سری اسناد بسیار مهمی رو بهتون نشون میدم. اول از همه اینه که این تاریخ پایش مال محمد رضا شاهه. محمد رضا شاه در سال 1961 در پاریس نمایشگاهی از هنر ایران 7000 ساله برگزار میکنه، فرانسه برگزار میکنه، که شارل دوگل و آندره مالرو رئیس جمهور و وزیر فرهنگ شاه و شهبانو رو دعوت میکنن، اینا میان اینجا میبینن. دوستان مهربان، اینجا گراند پاله شانزلیزه پاریس هست، اینجا 2 تا کاخ داره، پاله یعنی کاخ، یکی گراند پاله و یکی پتیت پاله. در امروز میخوام در رابطه با سند و پشتوانه تاریخی تقویم و سالنامه 7000 ساله اندکی با شما صحبت کنم. میاد یه بار وقتی به شهبانوی عزیز اینو گفتم، حتی شهبانو یادشون رفته بود، در ذهنشون نبود که تذکر دادم و یادآوری کردم به ایشون. اون چیه؟ اون اینه که در سال 1961 از 11 اکتبر تا 14 اکتبر محمد رضا شاه و شهبانو مهمان شارل دوگل بودن و میان پاریس و میان توی همین کاخ وارد میشن، 2 تا هم هست، کاخ پتیت پاله و گراند پاله.
برای اینکه نمایشگاه تاریخ 7000 ساله رو افتتاحش کنن. این دیدن میکنه از این نمایشگاه. ببینید جنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند. حساس ترین لحظه این دیدار چند روزه هنگام افتتاح 7000 سال هنر ایران در کاخ کوچک است که اختصاص به این نمایشگاه داده شده. وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی جنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می کردند. اون موقعی که ما تاریخ 7000 ساله رو تقویمش رو در آوردیم 35 سال پیش و تا به امروز داره ادامه پیدا کرده، در میاد تنها آثاری که در همین نمایشگاه استفاده شده بود سیلک کاشان بود. ما الان روی بالاترین نقطه سیلک ایستاده ایم و همونجوری که در پشت سر من میبینید ساخت و سازهای عمدتاً غیر قانونی و غیر مجاز در عرصه و حریم درجه یک سیلک با خطرات جبران ناپذیر مواجه کرده. فقط به شما بگم که سیلک خزانه اطلاعاتی و تاریخی 8000 سال گذشته این خطه و این مرزبوم هست. سیلک خزانه اطلاعاتی و تاریخی 8000 سال گذشته این خطه و این مرزبوم هست. کاشانی ها به ویژه باید از این محوطه حفاظت بکنن، نه اینکه عده‌ای سودجو، عده‌ای دلال که سر جمع 15 نفر نمیشن دارن زمین های ملی بالای 30 هکتار زمین ملی که در سال 1333 و 34 به اسم ملت ایران ثبت شده رو اومدن خب رنده آن سنت دیرینه رو اینجا حفظ میکنن، اما دلال هایی افتادن در این کار زمین ها رو ارزان از رعیت میخرن و با ساخت و سازهای غیر مجاز شبانه اینجا رو کردن محلی برای تفریح و خوشگذرانی های آخر هفته و هویت این اثر ارزشمند تاریخی رو به بازیچه گرفتن و از اون طرف منابعی که کل شهروندان کاشان باید ازش لذت ببرن دست یه عده قلیلی دلال افتاده که زمین ها رو متری 300 هزار تومان 400 هزار تومان در وسط شهر کاشان از رعایا میخرن، با یه خونه باغ شبانه درستش میکنن، 1.5 میلیون تومان 2 میلیون تومان به غریبه ها، به اهالی کاشان، به اهالی قم، به اهالی جای دیگه میفروشن. از همه شهروندای کاشان میخوایم که ما رو به عنوان نه یک نهاد دولتی، به عنوان یک شهروند، یک هموطن حمایت بکنن که بتونیم از این ثروت، از این سرمایه ملی سود ببریم. من درک میکنم که چرا بعضی از ساخت و سازها اینجا کنترل نمیشه، که تا اونجایی که امکان داره از هر گونه دخل و تصرف در سیال جلوگیری بشه. بعد از چند سال باز جیرفت بهش اضافه شد، که در رابطه با جیرفت هم وقتی اضافه شد خود من یه برنامه رفتم تمام آثار کشف شده جیرفت نشون دادیم و یک مجله‌ای که مخصوص باستان شناسی در فرانسه به با مهری از دار پاوکاری که ما کردیم اصلا یه شمارش اختصاص داد به جیرفت و تمدنی که اونجا پیدا شده. امروز یک بار دیگه میخوایم ورق بزنیم تاریخ رو و بریم به اون لابلای این تاریخ بزرگ و کهن ببینیم از کجا اومدیم. بارها شده شنیدم دوستان بسیاری میگن، حتی هفته گذشته در یک جلسه فرانسوی که بودم در پاریس صحبت این شد که واقعا گذشته چیه که اینقدر ما بخواد بهش ببالیم. گذشته گذشته گذشته، همونجا به فرانسه البته برای من تو ذهنم اومد که به اون دوست پاسخ گفتم که گذشته سه لکسپریانس، گذشته ما تا
تجربه است، تجربیاتی که زیبا بوده، زشت بوده، قشنگ بوده، خوب بوده و بد بوده. گذشته سه نوتر اکسپریانس، تجربه است، تجربیات ماست. آینده، آینده چیست؟ اسپوار، آرزو، امید. امید رو، آرزو رو برای بهی، بهبودن، زیبایی در فردا بایستی جستجو کنید. گذشته تجربه است، فردا آینده امید هست و آرزو. و الان چیه؟ ایسی امتنو یعنی اینجا و حالا. اسم رادیو ما به زمان فرانسه هم ایسی امتنو هست. ایسی امتنو، اینجا و حالا چیست و چه باید کرد؟ تلاش، کوشش، تلاش و کوشش کار اینجا و حالای ماست. مهربان یاران، از روز شماره 7000 ساله و پر افتخار خود بعد از گیرفت شهر سوخته است. سیستان وقتی من میگم 7000 ساله، بازی هم یک عده ابله آمده بودن این برابر چیزی نشوندن. سیستان 7000 سال تمدن آریایی داره. چرا بعد وقتا اینجور رو گرسنه نگه داشتید؟ سیستان مهد تمدن بشر بوده، چون تمدن 7000 سال مال بشره. در شهر سوخته که پیدا شده آثار متعددی هر روز داره پیدا میشه، هر روز داره کشف میشه. شهر سوخته، شهر سوخته در 56 کیلومتری زابل در حاشیه جاده زابل به زاهدان قرار داره. شهری باستانی زمانی که نخستین بنیانهای هویت فرهنگی تمدنی بشر شکل گرفت و بعدها به نام ایران زمین شناخته شد. سرزمینی که حکایتهای فراوانی از حماسه های ملی ایرانیان با اون در ارتباطه. وانی که امروز شناخته میشه به عنوان شهر سوخته، عنوانی است که خیلی قدیمی نیست. در همین 200-300 سال گذشته بیشتر به این نام شناخته شده. این شهر باستانی در اثر آتش سوزی از بین نرفته و مردم اینجا رو به این دلیل ترک نکردن. اما وقتی که شما در بخش‌های مختلف شهر قدم بزنید، به راحتی آثار سوختگی یا آثار خاکستر رو میتونید در جای جای محوطه ببینید. شهری 280 هکتاری که بقایای اون نشون میده که این شهر دارای 5 قسمت اساسی بوده که شامل بخش مسکونی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستانه که به صورت تپه‌های متوالی و چسبیده به هم واقع شده. ارزشمندترین آثار و داده‌های باستانشناسی در سال گذشته به دست اومد که ما یه زباله‌دان باستانی پیدا کردیم که حدود 3 متر عمق داشت و 2.5 متر قطر اون بود. بهتون بگم که کاوش کامل همین تپه ممکنه بیش از 10 سال طول بکشه. با توجه به شواهد سطحی و پیدا کردن همین کورهایی که اینجا شما یک نمونهشو می‌بینید، احتمال زیاد این محوطه یکی از محوطه‌های تولید سفال بوده برای شهر سوخت. به درستی که این مردم شاهکارهای شهرسازی، ریاضیات، معماری، صنایع دستی و پزشکی بودند. شهر سوخته، شهر پیشرفته و ریاست زنان. این شهر از نادرترین شهرهای باستانیه که در اون خانوم‌ها عهده‌دار مسائل مالی خانواده بودن. 2006 باستانشناسان با شیء باور نکردنی مواجه میشن. یک چشم مصنوعی که متعلق به یک خانوم بود و قدمتش به 4800 سال پیش برمیگرده. پزشکی در این شهر باستانی به شکل حیرت انگیزی پیشرفته بوده. یکی از شگفت انگیزترین یافته های شهر سوخته پیدا کردن نشانه هایی از کهن‌ترین جراحی مغز که متعلق به یک دختر 13 تا 14 ساله بوده و قدمت به حدود 5000 سال میرسه. خب اینه که بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته، این فرد حداقل 6 ماه و یا حداکثر 9 ماه تا پس از انجام این عمل هم زنده بوده به دلیل رشد استخوانی که در اون ناحیه برش جمجمه وجود داره. بسیاری از آثار کشف شده در این شهر عجاب انگیز به همراه نمونه هایی از گورها و اسکلت های ساکنین اولی این شهر رو در موزه‌ای که دقیقاً روبروی محوطه شهر سوخته قرار داره میتونید پیدا کنید.
دوستان سلام، من آرمان هستم و به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. ما در دیپ پادکست به موضوعاتی میپردازیم که یا کمتر در مورد اونها صحبت شده باشه یا هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفته باشن. در این ویدیو به سراغ شهر سوخته در سیستان و بلوچستان در ایران رفتیم. تو سال 1960 یک تیم باستان شناسی به رهبری فردی به اسم ماوریتسیو توزی وارد ایران میشن و به سیستان و بلوچستان میرن. به منطقه‌ای میرن که بهش میگیم شهر سوخته، یک شهر باستانی و متروکه. در اونجا تحقیقاتی رو انجام میدن و کم کم به یک سری یافته‌هایی میرسن که قرار تفکر اونها رو به طور کلی عوض بکنه، نه فقط راجع به ایران باستان که راجع به تمدن بشری در طول تاریخ. شهر سوخته در 56 کیلومتری زابل در منطقه فرعی جاده زابل به زاهدان قرار گرفته. شهر سوخته یک دنیای ناشناخته است که کشفیاتش تا به امروز هم داره انجام میشه و به یافته‌های جدیدی هم دارن دست پیدا میکنن. حتی یک باستانشناس آمریکایی که الان اسمش خاطرم نیست، الان به ذهنم اومد، در زمینه شهر سوخته میگه این منطقه، یعنی شهر سوخته، بهشت باستانشناسانه، چون اکتشافات در اون هیچ وقت تمومی نداره و با یافته‌های جدید جامعه بشری به حیرت در میاد. اما شهر سوخته یک تمدنی داره که خود آقای توزی میگه که این تمدن برمیگرده به قرن قبل از میلاد. شهر سوخته تمدنش در عصر برنز و در دوره برنز شکل گرفته، هم دوره با تمدن جیرفت بود. در مورد تمدن جیرفت بعداً مفصل‌تر صحبت می‌کنیم، ولی شهر سوخته یک تمدن عجیبی در خودش پنهان کرده. آقای توزی، باستانشناس ایتالیایی که به خیلی از این موارد دسترسی پیدا کرده بود، در این زمینه میگه تمدن شهر سوخته برمیگرده به 8000 سال پیش از میلاد مسیح. البته اکتشافات آنچنانی به دست نیامده از تاریخی که آقای توزی داره ارائه میده، ولی از 5000 سال قبل از میلاد مسیح تا 3000 سال قبل از میلاد مسیح دانشمندان و باستانشناسان به یک سری اکتشافات در شهر سوخته دست پیدا کردن که نشونه ای از تمدن و مدرن بودن شهر سوخته داره. داستان خیلی جالبی در اون انیمیشنی که الان چقدر فیلم اینا میسازن، این از شهر سوخته است 7000 سال پیش. ببینید انیمیشن مال تو، انیمیشن هم مال توست، با 7000 سال پیشینه. قدیمی ترین انیمیشن جهان جامیست که از شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان ایران کشف شده. در این جام 5 تصویر هست که وقتی این جام رو میچرخوندن مثل فیلم سینمایی این انیمیشن فعال می شده و کار می کرده. نگاه کنین این 5 انیمیشن رو در 20 ثانیه فیلمش کردم. ببینید این جام توست، 7000 سال پیشنه انیمیشن. حالا جدا از این که شراب، بارها گفتم در کتاب این اوستا همون 30 سال پیش نوشتیم، سند شده دادیم، شراب 7000 سال قدمت ایرانی داره، گروه موسیقی همنوازی خنیاگران و رامشگران 7000 سال پیش نداره در ایران با سند، و بعد این در سطح جهان مطرحه. 7000 سال تمدن ایران یک چیز تبلیغاتی است. 7000 سال تاریخ و تمدن جهان. خرما رو ببینین، یورونیوز تبلیغ میکنه خرما ایران رو، خرما رو که تبلیغ میکنه. یورونیوز هست، کانال جهانی که از اروپا پخش میشه، میگه یک کشور بسیار قدیمی با محصولات پاک، خوب، تمیز. Un pays ancien avec des produits sains. ایران 7000 سال پیشینه خرما. خرما ایران هم الان دنیا گرده با این شعار 7000 سال. جد ایران avec 7000 ans d'histoire. جراحی مغز مال توی 7000 سال پیش جراحی مغز انجام میدادن. تو گزارش های چیز شنیدید، جیرفت و از کارم خدمتتون، شهر سوخته و چشم مصنوعی 7000 سال پیش تو میساختی. آی افتخاری تقویم، تقویم مستندتر از این چی میخواد؟ بعد توی این 35 سال آثار تمدن 7000 ساله در سر تا سر دنیا، دنیای اون موقع ایران که 140 تا کشور بوده و حکومت میکرده، کشف شده. 140 تا.
از تاجیکستان شما بگیر بیا پایین، از تاجیکستان این آثار از تاجیکستان در سرزم و پامیر تاجیکستان کشف شده. استاد آسمی 30 سال پیش به من تو رادیو اومد گفت ما تو پامیر کشف کردیم و تاجیکستان. در ترکیه، ترکیه که تو ایران نیست که، الان اونقوی بوده تو ترکیه تمدن و تاریخ 1000 ساله شهرش پیدا شده. اسرائیل، اسرائیل پایگاه نظامی ایرانیان درش کشف شده، هر روز هم یه چیز جدید اونجا کشف میشه. در تهران همین پارسال بود در مرکز تهران پیکر یک بانو رو پیدا کردن 7000 سال قدمت داشت. بانوی 7000 ساله تهران به سلامت به موزه ملی رسید. اسکلت این بانوی 7000 ساله پس از 3 روز عملیات سخت و خطرپذیر حافظان و مرمتگران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از ویروز به موزه ملی منتقل شد و قرار است در هفته پژوهش در اواخر آذر در معرض دید عموم قرار گیرد. مشاهده تپه های سفال در میان حفاری های فاضلاب چهارراه مولوی در سال گذشته کاوش های استرابی باستانشناسی را به همراه داشت که به کشف اسکلت این بانوی 7000 ساله منجر شد. و ماجرای باز شدن پای باستانشناسا به خیابان مولوی و رسیدن قدمت تهران از 3000 به 7000 سال. تک سفالهایی که دختر دانشجوی باستانشناس از میون خاکهای حفاری فاضلاب پیدا کرد از یک کشف بزرگ تاریخی در پایتخت پرده برداشت. حالا با این کشف منحصر به فرد سابقه سکونت در محدوده شهری تهران 7000 ساله شد. قدمت سکونت در محدوده شهری تهران پیش از این حدود 3000 سال بود. کشف یه ظرف سفالی قرمز رنگ نقش بسته که متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاده مهمترین سند برای این قدمت 7000 ساله در این کاوش باستانیه. برای کسب اطلاعات بیشتر قراره به زودی مطالعه اختصاصی روی این اسکلت منحصر به فرد انجام بشه. یه پرسه مطالعاتی هستش که نیاز هستش که مسئولین محترم یه عنایت ویژه‌ای داشته باشن. البته بعد در جای دیگه در کرج، ورامین، در شهر داورزن، در شهر فردیس، حاصل تعدل 1000 ساله کشف شده. داورزن در خراسان هست، فردیس در البرز و کرج هست. پیش ساکنان اندک اما متمدن کره زمین اینجا همدان را مناسب زندگی یافتند. قدمت به خاطر اولین تمدن شکل گرفته در واقع در این منطقه هست. بهترین مدارک باستانشناسی که ما داریم توی این مجموعه که میشه گفت متمایز کرده سامان را از تمام دستکندهای ایران وجود همین اسکلت ها و بقای انسانی است. این مرد که کیانی نام گرفت باشی نداریم، حلقه های فلزی و مختلف همین گوشوار های خیلی کوچولو که در کنار جمجمه هست و اینک در تازه ترین کاوش باستان شناسان نمادکاله هایی از فرهنگ دالما مربوط به عصر مس و سنگ بخش دیگری از تاریخ را روایت می کند. کهن‌ترین اثر انگوشی که رو این توکن 7000 ساله به خوبی قابل رؤیت و با چشم دیده میشه. موقعی که اینا اینجوری بین دو تا انگشتان دست تهیه میشدن اون اثر انگشت دست روشون باقی مونده، خوبی دیده میشه. مادستان یا همدان نخستین پایتخت دنیای متمدن به شمار میرود. این سرزمین 7000 ساله اساس تمدن بزرگ ایرانیان و در سر تا سر دنیا آثار تمدن بسیاری کشف شده و میشه هر روز برای روسیه، در روسیه آثار مهمی کشف شده از تمدن 7000 ساله. در این رابطه، در این رابطه آقای دکتر افشار نادری، دکتر افشار نادری بیش از 100 ساعت برنامه تلویزیونی رفته، بیش از 100 ساعت تلویزیونشون رو ببینید، برنامه رو ببینید، آیین مهر رو ببینید، اسناد ایشون تو خودش کاوشگری در کاوشگری که در اونجا انجام میشده شرکت داشته وقتی تحصیلات میکرده. حالا بعد سال 2002 ما با برنامه ریزی کار کردیم که در ایران امکاناتی به وجود بیادن در زمینه سیاسی، اون خودش بحثی داره و یک کسی اومد که اون کس رو ما ازش استفاده کردیم، یک دوباره شروع کردیم نمایشگاهی که محمد رضا شاه در پاریس گذاشته بود آوردیم خارج بذاریم، قرار بود هر سالی گذاشته بشه. من هیچ کی نمی‌دونست که پشت قضیه ام، ولی وقتی رفتیم و فیلم برداری کردیم و چه کردیم و چی کردیم خلاصه برای همین بعد از اون در بن برگزار شد سال 2000، بعد از بن در بلژیک برگزار شد و بعد از اون میخواست بیاد پاریس. این حرمزاده آخونده دوباره فهمیدن جلوشو گرفتن. در بن که تشکیل شد شهبانو تشریف بودن اونجا زیارت کردن، دیدن کردن، خواهش کرده بودم خواهش شما رو پذیرفتن، تشریف بودن شهبانو میبینید در نمایشگاه
7000 ساله در شهر بول. بر جای مونده که کم کم داریم کشفش میکنیم و به دست میاریم و از زیر خاک ها درش میاریم. از شما در دقایقی پیش نمایشگاه 7000 سال هنر ایران رو دیدن کردیم. برای من واقعا باعث خوشبختی بود که بتونم از این نمایشگاه دیدن بکنم و اگه به یاد داشته باشید اولین نمایشگاه 7000 سال تاریخ و هنر ایران در فرانسه افتتاح شد در سالهای 1962 و بعد چند سال بعد در نیویورک. البته هم این دیدار مملو از خوشبختی ولی در ضمن دردناک، به خصوص موقعی که خبرنگاران خواستن که در جلوی نقش ایران عکس بگیرم. احساساتی میشه که بعد از چند سال فقط من اجالتاً اجازه دارم که در جلوی نقش ایران عکس داشته باشم، ولی این امید در دلم هست که یک روز انشالله بتونم در داخل مملکت خودم باشم. و این نمایشگاه از این نظر مهم هست که واقعا متاسفانه بعد از این سالها فجایعی که در مملکتمون اتفاق افتاد و دیدی که مردم دنیا نسبت به ایران داشتن و به خصوص جوانانی که ایران رو نمیشناختن، افتخار ایرانی بودن رو دوباره در خودشون حس کنن، به خصوص ایرانیانی که خارج از ایران هستن و هم آشنا بشن با تاریخ و فرهنگ و پر افتخارشون، هم در برابر دید خارجی که متاسفانه تمام این سالها چیز دیگه از مملکت ما دیده، بدونن که از چه مملکتی، از چه تاریخی، از چه تمدنی میان. و اون چیزی که مهم هست اینه که واقعا هر بار فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی مورد حمله قرار گرفته، همین هویت و فرهنگ دوباره زنده مونده در ایرانی و زنده نگهش داشتن. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، بین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر کهن درگذریم با 7000 سالگان سر به سریم. بله مهربان یاران، قرار شد بخش های کوتاهی رو از این فرهنگ و تمدن بزرگ و اهورایی با هم مرور کنیم تا ببینیم ایرانی از هزاران سال پیش سپاه یعنی ارتش منظم، پیک، پستی که امروز متداول شده، دانشگاه ها، کتابخانه ها، مدارس بزرگ، تربیت انواع گیاهان دارویی و هزار و یک نمونه و مدل دیگه، ساختارهای سازمانی در نیویورک هم این نمایشگاه برگزار شده بود، ولی شوربختانه بعد دیگه انقلاب سیاه اسلامی و بعدم که بعد ما سال 2000 این کارو شروع کردیم تا دو جا شد، سومش که پاریس بود، همه این کارا شده بود که در پاریس سال 2004-2005 انجام بشه، شوربختانه لنگ داشتن و نشد و تعطیل شد. حالا استاد نعمتی که در ایرانشون تشریف دارن، ببینید ایشون هم در گزارشایی که تهیه کردن در رابطه با تقویم در جهان تأکید میکنن که تقویم میترایی قدیمی ترین تقویمه و این خودش یک انقلاب بود. و اما نگاهی می‌نازیم به نام چند گاه شماری در ایران کهن، گاه شماری میترایی، کردی، هخامنشی، زرتشتی، اوستایی کهن، اوستایی نو، خراجی از گردی، خارزمی، جلالی و گاه شمارهای محلی زیادی که داریم و گاه شمار بهایی، شاهنشاهی و میرسیم به گاه شمار رسمی ایران. و اما گاه شمار میترایی که هم اکنون
حدود 7080 باید باشه. من اینجا میگم که عدد سالهایی که من میگم خیلی دقیق نیست، ولی این همون سالنمای ایرانی هست که در دوره پیش از هخامنشیان به کار میرفته. و البته بد نیست بگم که مهراییان و یا میترائیان اون زمان یک سال خورشیدی رو به 12 ماه و هر ماه رو به 30 روز بخش کرده بودند و هر کدام از روزها رو نامی نهاده بودند و هر ماه رم یک نام. هرگاه که نام یک روز با نام ماه یکسان می شد اون روز رو جشن می گرفتند. و اما گاه شماری در دوره هخامنشیان از ادامه همون آیین میترایی و یا گاهشماری میترایی بود و در زمان هخامنشیان داریوش از دانشمندان کلدانی که در گاهشماری پیشرفت کرده بودند کمک گرفت و اونها یک گاهشماری نوین تدوین کردند و در اون زمان اولین بار بود که گاه شمار 365 روزه وجود داشت و هر 4 سال یک روز به اون اضافه می کردن. در این دوره هخامنشیان نیز تقویم تغییراتی کرد که به صورت گاه شمار زرتشتی در اومد و گاه شمار اوستایی یا زرتشتی که همکنون باید سال 3753 باشه بودن که در دوره ساسانیان یک دگرگونی هایی در اون صورت گرفت و به اوستایی نو بدل شد. این الان میبینیم یک تقویم زرتشتی اوستایی یکی از ماه هاست که اسم روزهای ماه رو اینجا میبینیم که چقدر اسمهای زیبایی دارن. همینجا بد نیست بگم که گاه شماری اوستایی کهن به گونه دیگر بوده که هر سال به 6 فصل غیر مساوی. در رابطه با این تقویم سالنامه اساتید بزرگ خارجی داخلی همیهنان گرامیمون سخنان بسیار گفتن، خیلی صحبت شده در موردش. ما برای اینکه در عنوان نمونه اینجا چیزی نشون بدیم صحبت های آقای پرویز سید عزیز استاد سینما تئاتر و میدان نویسندگی رو آقای دکتر حسن عباسی با که اسم مستعارشون حتما آشنا هستید، سیاوش اوستا، جایزه بزرگ گراند پر اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت و شخصیت های مهم بسیاری از نخست وزیر و وزرای کابینه گرفته تا نویسنده و هنرپیشه و ژنرال از سراسر جهان به ویژه چهره‌های بسیار شناخته شده فرانسوی مهمان برنامه‌های او بودند. اسرار اسلام سخن گفته است و پرده‌های بسیاری را از تاریخ و پیدایش اسلام و قرآن بالا زده است و حقایقی را که او طی این سال‌ها از طریق کتاب‌ها و مقالات و برنامه‌های رادیو تلویزیونش فاش ساخته است، نه تنها از نگاه غیر مسلمین که حتی خود مسلمانان نیز از آنها بیخبر بودند. گرشی واقعی از اسلام و اصالت غیر عربی کشورهایی که خود را عرب می‌دانند به صرف عربی سخن گفتن را به خوبی برای ما تشریح کرده است، به گونه‌ای که اکثر مصری‌ها، لبنانی‌ها، سوری‌ها و شهروندان کشورهای اسلامی اسلامی که امروز به زبان عربی سخن می‌گویند از ریشه های فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ پیش از اسلام خود بیخبر بودند و این هست که از 19 سال پیش پرده ها را گشود و زمینه پرواز را برای همه کارهای فرهنگی و اندیشه های خود که پایه‌گذار واژه های مدرنی در فرهنگ ایران و فرانسه بوده است، مانند واژه اسلام سیاسی و یا نشر اندیشه لایق و خردگرا برای ایران، همچنین در کارهای بازرگانی ابتکارهای ویژه‌ای به کار برده است که در تاریخ فرانسه به نام او سر شده. که به نظر من میشه گفت از مبتکرینشه. البته هم شاید مثلا این قضیه تقویم سالنامه آریایی میترایی با واقعیت خونده باشه، ما چون سابقه نداریم. یعنی من شخصا یادم نمیاد که سالنامه آریایی میترایی منتشر بشه در آغاز هر سال در سراسر جهان و این رو به طور قطع یقین میشه گفت که مبتکرش دکتر حسن عباسی یا همون سیاوش اوستاست. خب این تقویم مبتنی به اسناد و مدارکی است که نشان میده پیشینه تاریخی ما و سالنگاری ما به
7026 سال پیش برمیگرده و نام این تاریخ و این سال نگاری آریایی میترایی هست و البته اسناد و مدارکی رو در مباحث مختلفی به تا اونجا که من خاطرم هست مطرح کردم و نوشتن سال نگاری بپذیرم. به هر حال آثاری که 60 کتابی رو که در این معرفی از اشاره شده بعضی هاشو ایرانی ها به خصوص خیلی آشنا هستن، از پرفروش‌ترین کتاب هاییست که به زبان فارسی در خارج کشور منتشر شده، از جمله به کتاب های از میترا تا محمد، دینداری و خردگرایی، قرآن سرودهی به سبک فارسی و همچنین آیین اوستا که این کتاب آخر ظاهراً به چاپ چندم رسیده و چاپ اخیرش رو مخبر شدیم که به زودی در دست انتشار هست که من در فرصتی که این کتاب چاپ جدیدش به دست میاد فرصتی خواهد بود که درباره‌اش با شما سخن بگم. وقتی که من کتاب آیین اوستا رو منتشر کردم حدود 20 نفر از فرهیختگان آریایی پیش درآمد نوشتن که منتشر شده، اسامی همشون هست. مهربانیان علیرضا میبودی یک سروده‌ای داشت برای این کتاب پیش درآمد که به من پیشکش کرد، من 7000 ساله هست. مهمی دیگه این که عزیزان من، این تیکی از برنامه که ببینید مال سال 2000ه، مال الان نیست، مال 21 سال پیشه، سال 2000. بسیاری از روزنامه هایی که توسط اساتید فرهیخته در خارج از کشور منتشر می شد در رابطه با تاریخ 7000 ساله صحبت کردن که هیچ تاریخ رسمیشون بود، تاریخ رسمی روزنامه بالا می نوشتن و می نویسن. از همه مهمتری رو من اینجا بگم امروز، روزنامه دوم خرداد که در ایران توقیف شد و بعد مسئولش آقای نوری رو گرفتن زندانی کردن، برادرش رو، برادر عبدالله نوری رو کشتن و غیره، تنها رسانه بود که در داخل ایران تبلیغ سالنامه 7000 ساله آریای میترایی رو کرده بود و میکرد در شماره متعدد. بعد به بهانه‌های دیگه، میدونید هیچ وقت نمیخواد به بهانه دیگه روزنامه توقیف شد، ایشون رو زندانی کردن، حتی برادرش رو کشتن که روش فشار بیارن، آقای عبدالله نوری و غیره. ببینید حالا روزنامه‌ای که بعد زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، قتل علی جدیه و سربریدن بود چوبه دار، سباب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما، قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی، دزدان ناموس شدن به حکم دین طلایه دار، لعنت به دین و رهبر و بنیان این استثمار. آقای مهربان یاران میرسونم، روزهای تاریخی است که بر اساس عرض کنم خدمتتون همین سالنامه آریایی بیاد حافظ، خیام، ابو علی سینا، فردوسی، سعدی و و و غیره تعیین و تثبیت شده و 5 تا از این ستارگان بزرگ ادب ایران این سال روزهایی که بیادشون در نظر گرفته شده چند سالی است که در ایران رسمیت پیدا کرده و در خود ایران از کنم خدمتتون که این روزها جشن گرفته میشه. بایستی از روزنامه هایی که در خارج از کشور تا این چند سال منتشر شده و میشه و این روزنامه ها از تاریخ 7000 ساله آریایی استفاده میکنن نیز نام ببریم. من میتونم از نشریه ایرانیان کانادا ونکوور که به پاسخوری مهربانیار دکتر کیوان دشتی منتشر میشه و خانم مهربانشون گردآفرید سولابه دشتی که یادش به خیر باد ولی دیگر در میان ما نیست، و یا عرض کنم خدمتتون که 10 روزنامه که به پاسخوری چکامسرای دلیر ایران آقای مسعود امینی در امریکا منتشر میشه، و یا روزنامه بلندگو که در امریکا منتشر میشه، در آلمان نشریه آشنا
مجله آشنا به پاسخوری آقای مجید رحیمی و یا شاپور فرخزاد منتشر میشه. عرض کنم خدمتتون که و کیهان جهانی از پاریس و نشریه فرانسه زبان هما و مجله آهنگ سیاسی که توسط نویسنده پرسابقه تراب سلطانپور از پاریس منتشر میشه که این نشریات بسیار زیاد هست، ولی سعی میکنیم که ما در برنامه های آینده بیشتر معرفی بکنیم اینها رو به شما. ایرانی، ایرانی بیندیش، ایرانی سخن بگو، از نام های زیبای ایرانی استفاده بکن و تو 7000 سال تاریخ داری، فرهنگ داری، تمدن داری، همه جا از تاریخ و تمدن 7000 سالی خودت استفاده کن و از تاریخ 7000 ساله در نوشته ها و هر جا که لازم هست. پس تاریخ شاهنشاهی رو بایستی بدونیم عزیزان من، که ما اگر بخوایم واقعا شاهنشاهی ایران رو تاریخش رو عرض بگذاریم، نخستین شاهنشاهی 6000 سال پیش بود، ایلامیان. ایلامیان یعنی ایرانیان، ایلام ایرانه، همون ایرانی. بریم مطالعه کنیم در مورد نوشتیم و بحث اینا شده، چون ندانسته هستیم، آگاهی نداریم. همچنین ممنونم من به عنوان یک مورخ سالها تحقیق پژوهش شب زنده داری نخوابیدن ها برای شما مهمانی ها رو اینا رو در بود. بعد تاریخ مادها، چون ایلامیان 3000 سال 3200 سال حاکمیتی نداشتن. حکومت مادها که حکومت گردهای همون کردهای آریایی است، اینا 2800 سال پیش تاریخ اونها میشه 2800 میخوام بگیرید. تاریخ خود کوروش رو بخوام بگیرید و هخامنشا میشه 2700، نمیشه 2500. اینا رو داشته باشید. ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری. فردا که از این دنگ کهن دل روزن با هفت هزار سال دار سر به سریم. سخن بسیار است، از شما پروانه میخوام که همینجا اکتفا کنم. این برنامه بهترین سند هست از اینکه تو 7000 سال پیشینه تمدن داری، تاریخ 2400 نیست. هر کس تبلیغ 1400 رو بکنی با این اثباتی که شد در این برنامه بر بی اساسیش، شما دارید آب با آسیا با اون دشمن میریزید که این باز بره بالا. حالا هر توجیه هم یارو میخواد بکنه، توجیهات زیاده. از قدیم میگفتن به جای توجیه تصحیح کن. شجاعت و گستاخی داشته باشید که هر روز با زمان برید جلو، با زمان برید جلو. و من در پایان باز تاکید میکنم که من سپاسگزار همونه که در تاریخ ایران تقویم آفریدن هستم، چون در مقطع خودش کار بزرگ انقلابی بوده. ولی امروز شما در سال 1759 هستید با این همه سندی که ارائه شده، تمدن 7000 سالی شما. با سپاس از برادر مهندس امیر شجره دبیر کل این تلویزیون. داستان گرم همه شما رو سرنامه های 7000 ساله آقایی سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ شهر فرهنگ پاریس در 66 خیابان شانزلیزه از 30 سال پیش تا به امروز با شما مهربانی آرانه. شهر فرهنگ 66 شانزلیزه برنده رو بیایید. شش و شش کتن شش 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 و فشنگ شش و کتن بابا ونیزه این برسر بودی که نالیزه دولا زود سپنیا فیزه پشتی پاری بانالیزه از تاوی گو سویزان از تاوی گو سویزان دو بارند.